سلام، به این ویدیو جدید خوش اومدید. امروز یه ویدیو میخوایم بسازیم راجع به اینکه چرا این چند وقته ویدیو نذاشتیم، چرا روحیه من و این جناب یکم خراب بوده. یه توضیحات ریزی قراره بدیم، با ما همراه باشید. عظیم چند وقت داریم بازی میکنیم؟ عظیم میرینه همه خیلی بازی کرد جان جان چی نزد؟ چه احمد خیلی بازی کرد. من برعکس زدم، اول حسی باید یه دونه حسی با زدم. این رو بگم دوست وفادار. نه این هم باز ریم. چند وقت بازی نکرده، از کوک در رفته. با یک امتیاز تایی کرد. In the name of God. بسم الله الرحمن الرحیم. In the name of God. Allah. خطا رو میدم وسطش رو. آقا نگیر دیگه. برو. مار میرینه. آی 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 آی. باشه چقدر سر میگیره. علی را میبینین الان انگشتم گیر کرده. خب یک دانه ایچی نیشه بگی بزرگتر شا. واو واو، در جاهای پای احمد پا میمونی. استرس دارم، خیلی آیتم سختیه. 6 سال واسه این لحظه تلاش کردم ولی میرینم، میدونم. نفر بعد. واو این نفر اول میره، علی میره اینجوری. من اینجوری میندازم. نه نه یه بار خم شد، نه اینکه من خودم خیلی امتیاز گرفتم. اینجوری میگیرن، اینجوری میگیرن یا اینجوری؟ تو خونه میشه یک کاری بگی، تو اینجوری بگی. آن اینجوری بگی؟ نه تربوز خنگوز. دوباره جلو من دوباره خونه ایز اینجوری بگی. دوباره جلو من اینجوری میندازم تو هد بزن. همه اینجوری میگیرن، من اینجوری میگیرم. نمیشه همین وطنی میخواد بزنی. خدا والا نمیشه همین. بچه شعبان هستم، برای آقان چیزی نمیشه نداریم. من یکی دیگه ما و امیدن از ما کده نمیشه نداریم. Let's go. یه دونه رو هم نزد. ببینم یه ده دیگه میگیری. مگه یه دونه هست؟ یه بار شادی نه اون خوب بست. آفرین. من اینجور که میری بازی حساس شده. الان چون حساس شد دیگه من کندم. رقیبا عصبانی شده، لباس هاش رو در میارن. احمد سالچان رو خدا کش بکنه. میشه به خود آسیب نزنی؟ بازیه، به خدا بازیه. خواهنده علی یه دونه مشتی برات می‌زنم. اینو فقط به اجازه خوب همه بچه های خوب دارم گرم میشم. <تص->
دوباره برو بودش کنی بیادی آه 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 This is a man's world. This is a man's world. موفقیت داره معلوم شد هیچ وقت به اون نگاه نکنه نگاه نکنه مثل رونالدینیو اون بار نگاه میکنه این بار پاس میده همه رو زد الان This is my job You know what I'm saying اینجوری میزنم منو تو گفتی چیزی بزن؟ میشه ما رو بگیری؟ دوباره 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 لعنتی خب اینجوری میگیرم خب نه 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 همون که توضیح دادم بدونه چی بدونه چی اینجوری این بیل مکانیکی حتی که جوری بزنه؟ جوری با بزنه؟ جان جان اوه 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 روشنش کردم اون موقع خاموش بود خاموش قیافت دیدنی بود به خدا دیدم به خدا گفت خاموش دیدم و روشن بود دیدم به خدا نکو الان 4-5 بار زدم 4-5 بار شمک زدم این ور هر چی سعی میکنم بزنم این ور نمیشه حالا سعی میکنم بزنم گوشه سمت چپ ببینم چی میشه برو ببین چی میشه صاب نیستی بعد اون سولاخا بگیری میندازه سولاخا اذیتم من نمیدونم اول چجوری بزنم گفتی علی اصلا دارم فیلم میگیرم میخوام کاددار بزنم از اون بخور به اون بعد برگرده پیشم زمین شکست و گفت اینجوری بزن گاریو اینا گولم زدن من شیوه خودم رو داشتم ابداع میکردم گفت باید انگوش کنیم خب ببینیم این تکنیک دوباره کار میکنه گوشه سمت چپ رو سعی میکنم بذارم که بخوره بزن شانسی بود داری بیشت بخوره یه چی باقش خیلی بزرگ من میخوام زمین گاز بگیرم لعنت اینجوری اینجوری زد و پشت برگرد سوراخش خیلی گشاد سوراخ تنگ برده خواهشم بزن خودش اینو برداشتم هیچ انگوشتیم نمیره این میره گیر میکنه انگوشت سراخ تنگ سراخ گشاده رو بر نداری Start the beat خیش ریدی دادم خونک من هم این تو رویش رو تضیف کن رویش رو تضیف کن خدای اگه به این کمک کنی دیگه واقعا شک میکنم توی سر چیزا این اینجوری زدی برو تو سجده
وطنم پاره یه تنم ای زادگاه میم. حالا خودش رو آماده میکنه و بله پیروز انگیدار شد با زدن دو ضربه. افتخار میکنیم به پهلوان خدا قوت. استیج ببینیم هستم الان رو استیج ها. مسابقه فایده نداره چون امتیاز 85 گرفت. بچه‌ها ادامه این مسابقه واقعا برای ما فایده باشه. من ریدم چلو نوم هم دهنه از دقیقا بکنش 75 لرتی 75 نیست کنم. اون سری گفتی 85 گفتی نظر این سری گفتی 75. میخوام دلش دست روزه میخوام نارد نباشه. مشتبه یک جوان ورزشکار از پنشیر دورانه جوانی خود رو در پنشیر به ورزش بولینگ در زمین‌های خاکی آغاز کار حرفه‌ای به از سال 2015 در زمین چمن فالکنزی آجی اینا میشه چی میگم من نمیتونم بزنم تو بهونه جور شد دیگه نوبت من میشه این کارا شروع میشه. خدا یار جوان بله بله خدا قوت پهلوان. شبیه چیزا علی موقعی که میزنی دیگه بعدش شبیه این هر کسی بیمارستان آزاد میشه. خب دیگه بهتون خیلی آوانس دادم. این هم روش خودم باورم نمیشد. این هم تو فاز که ریدی بچه این بچه همونه ریدی با این زاییدنه میشه با این که ریدی نزایی دوباره تمیزش کنه دقیقه گذشت اون زمانی که اسطوره بودی با تو اوج خداحافظی میکردی نباید ادامه میدادی. حالا تو همیه اینو بکن تو شکمت بعدم نگی من همینجور خدایی همین تو ببوسش خدایی این دوستمون تازه گواهی نامه گرفته. حال دلم ای بابا یواش احمد نگاه عشق داره میکنه جلو نشسته یواش برو خواهش برو هیچ جام نیست بگیر آدم همیه اینه بگیر اشتباه رفتی ریری اشتباه رفتی ای 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 واقعا روانی هنی نو خدا کس خورد
چرا گریه دارم؟ چرا میخندی؟ سر خور وضعیت خودش رو میگم. وای گوسفندا بریدید بیرون. داره یه صدایی میاد همه در میرن. گوسفندم گوسفندم بودیم بازم رحم باید بکنی. گوسفندم گوسفندای قدیم اینجا رو باشنی من بالا میارم. برو من بالا میارم. نمیتونم برم اون برم. جان قل تو که کلا گواهی نامه نداری پشت چیکار میکنی؟ دستش رب میشه نری؟ بریک 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 هی لالا خب برگردیم به این مسئله که چرا کمکار شدیم و اینکه چرا رویم خوب نبود. به خاطر چی بود که من میخواستم چنل یوتیوبمو ببندم کلن. واقعا این قصد رو داشتم و اینکه کلن فضای مجازی و اینا رو یه خورده بذاریم کنار. من بذارم کنار علی چون که بالاخره بیشتر تو این کار بوده نمیتونه، مجبوره. نه خودت هم آره منم مجبورم یه جورایی، ولی نه اونقدی که علی. من عادت دارم عادیه، اولش هر کسی که کار مجازی رو شروع میکنه توقع نداره که مردم بیان بهش فوش بدن بدون بعضی وقتا بدون هیچ دلیلی. رو آدم خیلی تاثیر میذاره این فوشایی که یه دفعه میاد. من اولش خیلی روم تاثیر میذاره. با یکی از دوستا یوتیوبرم راجع به این صحبت کردم، گفت که عادیه همچه اتفاقی، یعنی هممون همه کسایی که تازه یوتیوب شروع میکنن به این مشکل برمیخورن. نباید اهمیت بدی به کامنت های بد، کامنت های فوش. حالا تو ایران دیگه خیلی بدتره نسبت به خارجی ها. خارجی ها حالا بخوان به یه نفر تنفر ببرزن، هیت هیتر باشن، میان مثلا راجع به یه چیز مشخص صحبت میکنن، اونو مسخره میکنن. مثل ایرانی ها نیستن که، حالا نه ایرانی ها، کلا فارسی زبان ها، که بعضی هاشون بدون هیچ دلیلی میان بهت فوش میدن، فوش خار مادر. من تو انگلیسی زبان ها ندیدم هم چیزی، فقط بیشتر توی کشور جهان سومی دیدم هم چیزی که فوش بنویسن. ولی خب حرف فوش فوش من طرف میاد میگه مثلا آره نه فلانی آدم خوبی فلان فلانه فلان فلانه خب اوکی تا اون یه تیکش خوبه حرفش خوبه اوکی. یه فوشه آره چی، من یه فیلم ساختم اصلا دوست دارم دیگه راجعی صحبت کنم، راجعی کی بوده حالا هر چی بوده ساختم. حرفم هم به حق بود، حرفم واقعا به حق منطقی بود، میگم منطقی بود حرفم. ولی من 1500 تا کامنت فوش، بعد نه فوش احمق بیشور و فلان، فوش خار مادر 1500. یعنی من دو روز تو کام تو دو روز انقدر فوش خوردم. بعد مثلا علی میگم نخون، بعد میگفتم اوکی. من گفتم نخ، اصلا بحث خوندن نبود، گفتم کامنت ها رو ببند، یا اگه نمیخوای ببندی کامنت ها رو نخون، کامنت ها رو نخون، نخون کامنت ها رو نخون. ولی حرفمو گوش نداد، از تجربه من استفاده نکرد، رفت وارد. موقع فکر می‌کردم گفتم مثلا کامنت رو ببندم، دوست داشتم نظرتون رو بدونم، دوست داشتم بدونم مثلا چه انتقادایی میشه داره طرفدارم بده. فیدبک شما فوق‌العاده مهمه. یعنی میام کامنت ها رو باز میکنم، کامنت های خوب زیاد باشن انقدر انرژی میگیرم، انقدر خوشحال میشم، واقعا دارم میگم. یعنی خودم هم فکر نمی‌کردم خیلی روم تاثیر بذاره، ولی خب مثلا خیلی وقتا شده بود میگفتم نه کامنت ها رو نمیخونم چون کامنت بد زیاده، بعد باز میکردم چند تاشو میخونم، کامنت های خوب همش، انقدر انرژی میگرفتم، هنوزم همینجوری انرژی میگیرم. ولی خب همین کامنت های بد هستن که باعث میشن اون کامنت های خوب دیده نشن. یعنی من خودم شخصا به خاطر اینکه هیتر زیاد دارم، کسایی که کامنت های چرت و پرت مینویسن، کامنت های منفی مینویسن، به خاطر همونا من نمیخونم چون حالم بد میشه، واقعا حالم بد میشه. هر کیم بگیر اون تاثیر نمیذاره به نظر من چرت میگه. من هم پشیمونم که راجع به اون موضوع صحبت کردم، هم پشیمون نیستم. پشیمون نیستم چون که وجدانم راحته، پشیمونم چون که نتیجه خوبی واسه من نداشت. یعنی واقعا چیزی نبود که باعث شه من خوشحال بشم. خیلی ضرر خوردم. فیلم نساختیم، روحیه بدی داشتیم. بعد نگاه کنید، این چیزی نیست که بگید طرف دو هفته روحیش بده بعد اوکی میشه. چیزی که به نظر من میمونه، همیشه میمونه.
یعنی اگه یه اتفاق بد واسم بیفته از طرف کامیونیتی که دارم، از طرف بیننده‌ای که دارم، این خاطر بد خود به خود رو مغز من میمونه. خودمون خیلی جا خوب میفهمیم که چی اشتباهه، این واقعا اشتباه، چون انقدر دیگه اشتباهش واضح میشه یه بچه 5 ساله رو هم تو بیاری میگه این اشتباه. نکن مشکل اینجا هست که ایلیا اینجوری هست که سپرشون رو میگیرن بالا، نه 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 سرم چیز نمیخوان قبول کنن، نمیخوان قبول کنن اون باوری که داشتن اشتباه بوده. خیلی خوشحال میشم مثلا ویدیوی علی که قبلا نگاه میکردیم، فیلم میساختیم قبل اینکه چنل داشته باشم، کامنت ها رو میخوندم، مردم رو میدیدم خوشحالن، کامنت های خوب میذارن، کامنت های باحال میذارن راجع به من، امیر خوبه، حالا بقیه بچه گروه خیلی تو روم تاثیر میذاشت، خیلی خوشحال میشدم، خیلی دوست داشتم، مثلا میگفتم شاید با این کار بتونم حداقل مثلا یه چند دقیقه 10 دقیقه اصلا بتونم مثلا شاد کنم، بخندونمشون. خیلی ها به من دایرکت میدادن، خیلی پیام میدادن ما مشکل داریم ولی مثلا میشینیم 10 دقیقه یه رو ویدیوهای شما رو میبینیم، ویدیوهایی که تو توشی بچهای دیگه توشن میبینیم یادمون میره، خوشحالیم، اینا به ما انرژی میداد. نمیگم همه انرژی ها بده منفیه، اینا خوب بود، اینا همینا باعث شد که مثلا من خودم چنل بزنم، باعث شد که بخوام فیلم بسازم واسهتون. یه جایی رسیدم که گفتم ببندم ولش کن برم دنبال کار زندگیم دیگه، مثلا گفتم این همه فوشو خریدم کسی که مثلا من تا حالا تو عمرم انقدر فوش نخورده بودم، ولی بازم گفتم که نه اوکی صحبت کردیم یه ذره خودمون حلش کردیم بریم که کارو ادامه بدیم. خیلی خیلی خوشحالم که هنوزم کسایی هستن که این انرژی مثبت بدم، من خیلی 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 زیاد پیام میدم بهم، نمیتونم همشون رو جواب بدم، ممنونم همشون، ولی بازم میخوام کارو ادامه بدم، بازم بخندونمتون. و تنها فرقی که الانم با قبلم داشته اینه که یه خورده افسرده ترم دیگه، هم این دیگه نمیسازم اون سبک فیلم ها رو، موضوعی حساس، من چنل هم میخوام قوی تر کنم، روز به روز کارهای بهتر بدیم. یه کارهایی میخواییم بکنیم هیچ کس تو دنیا نکرده. آره، زمان میبره، حمایت کنید، چون که همش هم بستگی داره به شما، هرچی که شما بیشتر حمایت کنید کار ما راحت تره. خیلی خوب، ممنونم از اینکه این ویدیو رو تماشا کردین، وقت گذاشتین، امیدوارم خوشتون اومده، اگه خوشتون اومده لایک کنید، امیدوارم خوشتون اومده باشه، امیدوارم خوشتون اومده باشه، اگه خوشتون اومده بوده که اومده بوده لایک کنید، سابسکرایب کنید، ما رو حمایت کنید، تا ویدیو بعدی.